محمد یوسف از کابل، کسی که خمس و زکات خود را حساب کند ولی نتواند پول آن را پرداخت کند، حکمش چیست؟ وظیفه این شخص اینه که به دفتر یک از مراجع تقلید مراجعه بکنه و مصالحه بکنه. با مصالحه کردن مشکلش حل میشه. علی از برچی: من وقت در خارج از کشور بودم یک سال زکات فطریه خود را جدا کردم، ولی آدم مسکینی را نیافتم. بعد از چند مدت آن پولها را خرج کردم. اکنون نمیدانم چی کار کنم. اون زکات فطریه که شما او را مصرف کردید فعلا در ذمه شما هست، باید فعلا امون مقدار زکات فطریه را برای فقیر پرداخت بکنید. منتها موقعی که او را پرداخت میکنید دیگر نیت ادا و قضا نکنید. سمیر از کابل: لطفاً در مورد شرایط پرداخت زکات به من معلومات دهید. وقت ما چوب و یا هر جنسی دیگر را در زمستان خریداری میکنیم، بعد از سال نو به آن اجناس زکات تعلق میگیرد یا خمس؟ خدمت سوال کننده و همه بینندگان عزیز عرض کنم که زکات و خمس دو تا واجب جداگانه هست. یک واجب زکات و یک واجب هم خمس. گرچه هر دو تا واجب مالیه، منتها جداگانه هر کدام شرایط خاص خود را داره. زکات دو قسم میشه، یکی زکات مال و یکی زکات فطره، یا یکی زکات مال یکی زکات بدن. زکات مال به 10 چیز تعلق میگیره: گاو، گوسفند، شتر، گندم، جو، کشمش، خرما، طلا و نقره و مال تجاره. به این 10 چیز زکات تعلق میگیره و دارای شرایط خاص خودش هست. مثلا یک از شرایطش اینه که مالکش باید آزاد باشه. یک از شرایطش اینه که اون مال تحت ملکیت یک شخص قرار داشته باشه، مالک داشته باشه. یک از شرایطش این است که مالکش به اصطلاح ملکیتی حقیقی داشته باشه. مالی که وقف شده برای مسجد، مالی که وقف شده برای مدرسه، مالی که وقف شده برای یک حسینیه مثلا، به او زکات تعلق نمیگیره. شرایط عمومی زکات مال. زکات فطره هم شرایط خاص خود را داره. مثلا در شب عید فطر شخصی که زکات فطره به گردنش واجب میشه باید بالغ باشه، عاقل باشه، بیهوش نباشه، فقیر نباشه، باید آزاد باشه. این چند تا شرط است که در مورد زکات فطره هست. در قسمت خمس، خمس یک موضوع جداگانه هست که اگر به اصطلاح مال انسان زیاد بیای، البته خمس هم چند قسم هست، یعنی بر چند مال خمس تعلق میگیره. حالا یکی از او مواردی که مبتلا به همه ما هست منافع کسب و درآمده، که اگر انسان کسب و درآمد داشته باشه و اموال را که به دست میاره از سر سالش زیاد بیایه، باید خمس او را پرداخت بکنه. او چیزی را که شما در سوال ذکر کردید که چوب زمستانی رو مثلا در سوال ذکر کردید که آیا با چوب زمستانی خمس تعلق میگیره یا زکات، چوب متعلق زکات نیست، بلکه چوب ها متعلق خمسه. اگر چوب، زغال یا هر به اصطلاح ضروریات زندگی در خانه، مواد خوراکی، مواد سوختی، مواد به اصطلاح پوشاکی که استفاده نشده باشه، از سر سال انسان اضافه بیایه، باید یک پنجمش را به عنوان خمس پرداخت بکنه. بنابراین برای چوب شما زکات واجب نمیشه، بلکه برای این چوب شما خمس واجب میشه. باید یک پنجم را به عنوان خمس پرداخت بکنه. بانو خادمی از بامیان: فقیری را که مردم به او زکات فطریه میدهد، اگر آن مال تا سر سال او باقی بماند خمس دارد یا خیر؟ طبق فتوای حضرت آیت الله عظمای سیستانی حفظه الله، فقیر اگر زکات واجب را به دست بیاورد، حالا زکات فطریه باشد یا زکات جو و گندم و اینها باشد، یا خمسی را از باب استحقاق اگر به دست بیاره برشان کسی بدهد و ای تا سر سال بماند، به او خمس تعلق نمیگیره.
اما اگر نه زکات و صدقات مستحبی را کسی برایشان داده یا کفارات را برایشان داده یا رد مظالم را برایشان داده، اگر این صدقات مستحبی و کفارات و اموالی که از طریق رد مظالم برای فقیر داده شده اینها تا سر سالشان بمانه، به اینها خمس تعلق میگیرد. کسی میپرسد من از روی ناچاری در خانه یکی از اقوام خود هستم و از غذای ایشان استفاده میکنم، ولی آنان خمس اموال خود را نمیدهند، در این صورت تکلیف من چیست؟ غذا خوردن شما در اونجا اشکال نداره، می توانید در اونجا به صورت مهمان یا غیر مهمان با رضایت صاحب خانه غذا نوشجان کنید، ولی اگر می فهمید که اون غذایی را که برای شما آماده کرده و تهیه کرده عین این غذا متعلق خمسه، یعنی مثلا برنج ها، روغن ها و پول نقدی که غذا از او تهیه شده سال بر او گذشته، حالا از امو برنج یک سال بر او گذشته بر شما غذا تهیه شده یا حضور روغن یک سال بر او گذشته برای شما غذا تهیه شده، در این صورت وظیفه شما اینه که امو مقدار غذایی را که میخورید قیمتش را باید محاسبه بکنید و یک پنجم آن را به عنوان خمس پرداخت کنید. اما اگر ایر نمیدانین واقعا که این غذا عین اون مال باشه که به او خمس تعلق گرفته، در این صورت خمس دادن بر شما نسبت به این غذایی که نوشان کردید واجب نمیشه و غذا خوردن شما در اونجا جایز است. رضا از بامیان، آیا پرداخت فطره ماه مبارک رمضان در آخر ماه واجب است؟ کسی که در غروب شب عید فطر این پنج شرط دارا باشه، پرداخت نمودن زکات فطریه برایشان واجب میشه. یکی در غروب شب عید فطر ای بالغ باشه، دو ای عاقل باشه، سه بیهوش نباشه، چهار فقیر نباشه، پنج برده کسی دیگر نباشه. کسی در شب غروب شب عید فطر این پنج شرط دارا باشه، بر او واجب هست که باید زکات فطریه خود را پرداخت بکنه. خانم نرگس از مزار شریف: ما در خانه کرایه زندگی می کنیم. پدرم کسبکار است و برادرم سلمانی دارد. پدرم مبلغ 2,50,000 افغانی پس انداز کرده است. آیا برای این پول ها خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ بله، به او پولی که شما پس انداز کردید خمس تعلق می گیره. برای از اینکه در بین سال مصرف نشده و ای از مصارف سالیانه اضافه آمده. حالا دیگه در وجوب خمس فرق نمیکنه که انسان خانه شخصی داشته باشه یا خانه شخصی نداشته باشه. اگر پول و یا هر چیزی از معونه زندگی انسان اضافه بیایه باید خمس آن پرداخت شود. پولی را که شما پس انداز کردین خمسش را باید پرداخت بکنید.